سلام سلام، با نام یاد خدا خوش آمده دوست عزیز به یک ویلاگ جدید از خانواده ما. امیدوارم خوب و خوش و صحتمند در کنار فامیلتان باشین. امروز یک ویلاگ خانوادگی دیگه داریم طبق معمول، اما کمی موضوعات جدیدتر، موضوعات که شما عزیزان پرسان کرده بودی و تقریبا گفته میتونیم جواب به سوالای و سوالایی که از دوستا پرشان پیش آمده بود همونطور یک ویلاگ داریم. در پالوی از این ویلاگ که شد باز دیگه وقتی که ویلاگ باشه بدون خوردن نمیشه. در پالوی از این یک غذای سنتی خاص افغانی داریم که سومن جان تمانه جان داشت پس خانه هستن آماده میکنن، میریم او را هم میبینیم. نمیفهم حالا کدام روشنی بندازم که او سوالای شما چی بوده، شما چی پرسان کرده بوده. نه فکر کنم ما تو بریم طرف آشپزخانه، بریم همراه سومن جان تمنا جان یک جای هم نارا ببینیم که چی کار میکنن و چی پخته میکنن. در پلوی از او همو سوالا و همو گفتنی هایی که داریم با هم دیگه میزنیم. جان جان چی میکنی پدر جان تو؟ خب بیا دیگه بر دوستا یک سلام هم بتی. سلام، نزدیکم بیا، نزدیکم بیا. خب دفعه پیش بود دیگه، این دفعه خود دفعه دیگه هست. یک سلام خودم میتونه دیگه هر روز داخل خانه که مکتب میری، از مکتب میری چی میگی؟ سلام میگی نه؟ آه در اونجا من سعیز با سلام بتی پدر جان. من بینداری زیز خواهد کنم خوب آه آفرین بچه گل، برو بازی تا کارت که میکدی ام با کارت مصروف باش. ما میریم طرف سومن جان تمنا جان. این دفعه میخوایم که یک نفر دیگرم براتان معرفی کنم. آل سلام میدم. سلام سلام دوستای عزیز، جور و سرال و همتا سرمند باشین. لالا این دیگه که چیز میکنم مرا معرفی میکنم، من تا مرا از این وظیفه مرا شما میفهمین که چی هست. من این طرف مرز هستم. نه خیره خیره، دوستا شاید خود بودن که خودتا این طرف مرزم خواهد آوردیم. کجا میشینم؟ کجا میشینم؟ کجا میشینم؟ دیگه اینجا خالی میباشه پالی همیشه. میریم بریم ببینیم که چی میکنن، قرار از چی پخته کنن، چی بر ما جور کنن و سوالایی که دوستا کردن. من مخاطب در مقابلشان قرار میگیرم، من ازشان سوال میکنم. چطور تمام جان؟ سلام دوست عزیز، اومدی به یک دیگر از ویلاگ‌های ما. دیگه دوستا بیننده برنامه ما تا آخر باشین. سومن جانم یک غذای بسیار خوشمزه پخته میکنه. دیگه بر دوستای ما نمیگیم، یک غذایی هست که اگه واسه ناس کلگی خوش دارن، دیگه اگه خوب پخته شوه خوش داره مردم. یعنی پختن از یوم یک زرگک مشکل است. دیگه تا آخر بیننده برنامه ما باشن. ما دیگه شب تصمیم داریم که به یکان سوالکای دوستای ما جواب بدیم. خب ما یک چی میکنم لالا، یک کمی پیش بیا دوستای من، پیش ازی که ما بگویم براشون که چی پخته میکنن چی نمیکنن، همین مواد لازم شد یک مقدار شیجت تهیه کردن انداختن ایره نشان بده. یک تعداد دوستای من میتونن در جریان ازی که ما میگیم چی پخته کردن حدس بزنن که چی پختن. سیز این مواد لازم شد و امو دقیق میبینن به نظر ما، امو دقیق میبینن بله. بانن ببینیم که چطور حدس میزنن، چی حدس میزنن. بسیار گپ خوب است. بله بله بسیار گپ خوب است. سلام دوستای عزیز، شب زیبایتان بخیر. خدا کنه که خوب و خوش و سرحال باشید. یک شب پر چی میگن انرژی و همتون ما را باره خوردن خوردن داشته باشید. خب سومن جان بگم چیزی که آماده کردی که دوستای ما یک حدس بزنن. چی آماده کردیم دوستای عزیز؟ کسایی که موادش رو بگو نامش نگه، موادش رو بگو سایسته. کسایی که عدس درست زدن دستا بالا سایسته. چی انداختیم؟ تخم مرغ زیاد انداخته میشن. دوستای دانه بانجان رومی، پیاز، ترکاری دیگه، گشنیز، شبت، نوش پیاز دیگه، مساله باب به چیز هم انداخته میشه، یک دوتا کچالو، آردام به مقدار لازم انداخته میشه و قدر تعداد فامیل هست. سرخ میشه، اینا جدا سرخ میشن، باز جدا میمانی، بانجان رومیش باید زیاد باشه. در اصل باید دو نام سر ازی باید ماندن. یکی گفتی بانجان رومی؟ افشاگردی؟ نکردم، نگفتی؟ نکردم، نکردم. در اصل باید این
به نام مونده میشه. نه بانجان می اون دریز زاد انداخته میشه. دوستای عزیز بگن که چی هست؟ سعیز تا که دوستای ما یک چند تصویر از میجریان کار شما ببینم سعیز باز ما دوباره برمیگردیم هم روی دوستای ما هست. بله. دوستای عزیز دیگه اینه از فیس کار دیگه بخیر آماره می کنیم دیگه خورد دون از دلکتون هر کس که پا می دهد باز دیگه چی میگن جوابای ما را بزنید جایزه دارم جایزه دارم جایزه دارم یک کفته چیگه پاس کنم؟ خیر خیرت تو من جان بیخیارم خدا را شکر شکر فضل خدا خوب است و یک روز اکتاو داشت دیگه شکر خوب بود مادر کلانش گفت شاید سرخکان کشته باشه پیش دختر بودنش سرخکان هم نبود دیگه من چون که شاید تاثیر هوای گرم بود چه قسم یک کم اکتاو کده بود شکر فضل بود خبر شکر ایرو درست که بیبی و بابا که بود دیگه دفتی اگان یکی که آوری دل آدم پرو بودن را دیگه ها بیبی و بابا دیگه نواسر بود دیگه رفتن دوست میگه آفر بودن آه امی مادرهای ما که میگه میگه اولاد بادام است باز اولاد از او مغز بادام است دیانه میگن زیادتر از اولاد نواسر خوش داریم درست میگه دیگه باش که ما هم بخیر نواسر داشتیم ببینیم چطور است حتی نواسه دار شدون بخیر من مادر صدا کردن من رو ببینه ببینه گوین؟ نه ببینه نه سومن جان حال قسم میگی خب آدم وقتی که در اون موقف میرسه باز خوشت میایه باز اون امور بیبی بودن هم میپذیری مادر کلان هم نگن صدا کردن مادر جان حال یک وقت من ایش فکر نمیکردم ما خاله میشیم نی حال طفلک های 5-6 ساله ما رو ببینه خاله میگه نی وقت که خورد بودیم در دل ما میگشت که ما خورد هستیم به حساب دختر خاله بودیم اما یک وقت بخیر بیبی هم میشیم ما در کلان میشیم بخیر قسمت باشه یک میکروفون بودیم و دوما میشه واو دوتا میکروفون بودیم که لفت کنیم این دوتا خود ایجاستی پیشمست یالالا یالالا که دازای
چیز یکی فا اعضای کلان خانواده است، یکی اعضای ارشد خانواده است در بین بچه ها و اطفال. باز اینا دیگه از ارشد خانواده است نردی شد مظلومانه. چی میزن داشت؟ سلام بکن شما علی سلام بهت خواهش کردم. آریان جان یک ذره امشب دلش تنگ شده، پیشتر آمده بود میگفت مادر زیاد دلم تنگ شده، گفتم برو یک چند دقیقه یک جایی بشین کتاب بخون. سلام خوبی شد؟ سلام من قوی هستم. سلام دوست عزیز، خدا کنه که در هر کجای وطن که هستین خوب و خوش و سر حال باشین. خارج از وطن هستین؟ خارج از وطن هم که هستین خوب و خوش و سر حال باشین. خوش آمدین به بلاک جدید ما. سلام دوست عزیز، خدا کنه که خوب جور صحت مند باشین. خوش آمدین به بلاک جدید ما. امروز حد بزنین که چی پخته میکنیم؟ البته خودمم نمیفهم که مادرم چی پخته میکنن. خب شما حدس بزنید. خب ما از امو سوالا از آریان جان شروع میکنم. رئیسه؟ شروع کن آریان جان. با دوستا سوال کرده بودن از شما تو یک جای شیشتی چرا طلب مزدی مکنم؟ فقط تو بزنوی آوردی که بزنن میتونی؟ دوستا پرسان کرده بودن که آرین جان چند ساله است، کجا زندگی میکنه، نامش چیست؟ نام آرین جان رو پرسان کردن که نام آرین جان چیست؟ سنف چند است؟ خب میتونی برشان بر دوستا بگی که چند ساله هستی، کجا زندگی میکنی، سنف چند هستی؟ بله حالا میگم البته در ولاگ خری آمدگی گرفتن به مکتب ما و در ولاگ ما بود این گپو کنش را گفتیم. در ولاگ هم میگم ما 10 ساله هستم، سنف 6 هستم دیگه، دامم آریان هست، در ایراد زندگی میکنم. در مکتب میری یا کودکستان؟ مکتب سنف 6. اناله همین سوالایی که پدر تو از تو کرد توی سوالا رو اناله سهرا رو تو سهرا تو مجدی شدی سهرا خودش کافی کده سوالا رو بوده. نه اگر تو سوال دونی تو خوبی شهر میامن سهرا دون من سوال میگم خدا هم تو مکمل منی مثل که آریان معرفی کرد. سلام، اسم ما سهرا هستم، من در هرات زندگی میکنم، صنف 6 مکتب هستم، 11.5 سال هستم و از دیدن شما بازم خوشحال هستم. چند کیلو هستی؟ چند کیلو؟ از آریان و سهرا جان چرا سوال کردم؟ بخاطر این سوال کردم که کمی این موضوع برای دوستان روشن شد و من گفتم بعضی از موضوع بعضی از گپایی داریم برای شما سوالای شما هستن. حالا برای دوستان روشن شده که معرفی کردن و اینمی دلیلی که ما چرا در هرات زندگی میکنیم. یک تعداد دوستای ما گفته بودن که شما اصل از کدام ولایت افغانستان هستین و چرا در هرات زندگی میکنین. بعضیشان گفته بودن چی کار دارین، چی وظیفه دارین. اینمی موضوعات دیدم که بسیار زیاد شد و اصلا تصمیم از این نبود که رقم یک ولاگ داشته باشیم. دیدم که زیاد شد و مردم دوستای ما علاقمند از این زیادتر هستن، گفتیم چرا نبیایم یک ولاگ ثبت میکنیم، یک غذای سنتی هم پختن میکنیم، میشینیم دورم. امو سوالاتی که وزین دوستای ما خلق شده اموارم جواب میتیم. صحیح مقصد تا وقتی که این سوال ها را این موضوعات را دوستا جواب میدیم یک چیز دیگه یادتان باشه کمی غذا رو نسوزانی. من یه دیدم من رو سعی سرخ نشده بود میخواستم دیگر روش دور بکنم. خب دوستای عزیز یک همونطور یک مشخص واضح من خودم معرفی کنم، محمد احسان فرهمند هستم، یکی از اعضای خانواده فرهمند. شما
یک تعدادی از اعضای خانواده ما را دیگرایشان ابرایشان بلدیت دارید. بچه گلم آرام باشین، خب بازی بکنید بدون سر صدا. شما بلدیت داری امرای اسمایشان، امرای تعداد فامیل ما که کیا هستن کیا نیستن، این رو بلدیت داشتیم. ولی از قسمت در قسمت کار پرسان کده بودی و ای که چرا شخص ما آمدیم هرات زندگی میکنیم و تعدادی از فامیلا معمولا کلشان در کابل هستن. ما شما میفهمیم که هر جای وظیفه و کار ما باشه و اونموجه زندگی میکنیم. از ما کار ما وظیفه ما همینجا بود از سابق و فعلا هم هست، همینجا زندگی ما میکنیم و همراه همین محیط عادت کردیم و بسیار محیط هرات دلپذیر است. یک خوبی دیگه داره که میگن در هرات آب و هواش یک دفعه که داخل شوی از اونجا دل کندن سخت است، همونطور میگنه. واقعیت ما هم نتانستیم دیگه برایم بریم پس طرف کابل بریم، به این دلیل نمیشه که یعنی دیگه جای خوب نیستن. خب به هرات ما هم یکی از ولایت‌های زیبا و ولایت‌های بزرگ افغانستان است که واقعیت زندگی کردن در او یک فرهنگ دلنشین داره، یک فرهنگ خوب داره، با آدم امروی فرهنگش عادت میکنه و به زودی دل کندن هم میتونه. ما اصل تحصیلم و رشته که خواندیم رشته انجینری است و در دو بخش انجینری ما تحصیل کردیم. اصل مسلک ما اول که شروع کردم ما دوره انجینری برق تا دوره انستیتوت خواندم تا دیپلم 14 گرفتم. بعد از او علاقمند این مسلک بیشتر شدم و شروع کردم رفتم طرف انجینری سیول و یا بعضی دوستای ما میگیم انجینری ساختمانی. انجینری ساختمانی خواندیم و همین موضوع باعث شد که ما را کشان در هرات، وظیفه ما، کار ما، امرای تیمی که کار میکنیم کشان ما به هرات. حدود 7 سال است در هرات زندگی میکنیم و زندگی متوسط مثل بسیار از فامیلا داریم. تمنا جانم که حالا از خودش میزنیم که چطور آمده اینجا و چی خوانده، رشته تحصیلیش چی هسته و چی کار کرده در قسمت رشته تحصیلیش که در مسلک اصلیش کار کرده یا که در دیگه مسالک کار کرده خودش میگه. ما خود جریان برنامه گفتیم. بله گفتیم خونه یک برنامه خاص گفتیم بر دوستای ما میگریم که یک آگاهی درستر بخاطر ما و شما داشته باشه. اما یک کار میکنیم خب؟ خودت بعد از یک کت برنامه میگیریم که باز این رقم یک سرک ما گفته بریم باز بر دوستای ما خسته کن میشه. میریم پیش سومنجان میبینیم که تا کجا کار رسانده باز بعد از اون خودت. کم کم شکل و قیافه از این غذایی که پخته میکنیم خدا نشان داد. اینا دوستان میبخشی که حالا آمدم زدم در دیگه کاسه پان معمولا باز من خودم خوشم نمیه اگه به دیگه کاسه گویو دیگه کنم کسی بیا دست بزنه. خب من گفتم باش برای دوستان نشان دادم من توانه شد. کم کم شکل قیافش خدا نشان داده بهتر نیست بر دوستا بگیم چی هست این غذایی که پخته میکنیم؟ نه هنوز هم نگو. خب نگویم صحیح است؟ یک تعدادی که هنوز نفهمیده. نه دیگه اینال یک تعدادی که نفهمیده او تعدادی که در کامنت ها نوشته کده وقت رفت خواندن دیگه. من دلم از امیر پاش کنم دیگه ما قدر راز نگاه کردن هم میتونم. دوستا عزیز تصمیم و پختن یک گفته تخم مرغ است. من شخصا بسیار خوش دارم
فکر میکنم از جمله اوسانه میرم. آره از جمله اوسانه میرم. گفتی تخم مرغ باز در ولایت ما بسیار باز اونجا یک چیز دیگه میکنن. کلولی گنجشک میگن نه؟ یکی چیز کفتی گنجشک است، بله؟ یکی هم کلولی ترشک میگن. آه اونش هم بسیار مزده میگن. اون هم یک روز میگن چه قسمه؟ امره امی بانجانی امره امی بانجانی کفته جور میکنن. یعنی بگیم به دوستا اگر بگیم میتونی کلولی ترشک هم بردن کفته کنیم دوستا در کمند میگن علای غذای از دیگه مادر بسیار مزدار پیش میکنم پخته میکنیم یک روز بخیر پخته میکنیم بسیار یکی از غذای مزدار هستم من جانمی ها رو بعد میگم پیش از کامل بعد میگم پخته کن خب من اول این بار از نام ششین گیم خب پخته میکنم چرا خیلی شما بر من نگفتی مادر رو نگفتی کباله واقعیت برابر باشه یکی خب من خودت از رفتی که روسی کردیم قدر سو رفت آمد نداشتیم، نرفتیم یعنی که این رقم که بریم غیر از میمانی تو بریم چند وقت باشیم یا که شکر بریم یا که مثلا خانه دوستا برای چهار روز پنج روز بریم نرفتیم تمام جان آخه امی دیرترین وقتی که کاپیسا رفتی چند روز بودم؟ یک روز زیادتر نشده فکر کنم یا دو روز سال که نوارسی کرده بودیم نونوگاکانا بودم سه شب سه روز بودیم میمونی رفتیم دیگه بایوازی رفته بودیم خانه دخترای همه ایتا همه چانی جا رفته بودیم فقط همون بار باز تفلای خود که باشه آدم نمیتانه دیگه همین یک روز که آدم میره دیگه باز جای زیاد بوده نمیتانه و دیگه این چند سال پیش بود؟ یک گفت دیگه هم یادم آمد تقریبا دوازده سال پیش برای دوستا گفتیم دوازده سال پیش ماه روسی کردیم دوستا عزیز بیشتر من نگفتم ما 12 سال است که عروسی کردیم و یک موضوع دیگه که پرسان کرده بودن زیاد دوستای ما پرسان کرده بودن شما از کدام ولایت افغانستان هستید من خودم متعلق به تمام افغانستان میگیرم هیچ ولایتی بر ما خاص نیست که بگویم من مشخص از این منطقه هستم و این منطقه خودم تعریف کنم در قالب اون ولایت زیاد دوست دارم افغانستان ولایت های مختلف شه فرهنگ های مختلف شه طبیعت مختلف شه ولی زادگاه پدریم ولایت کاپیسا است خود ما متولد کابل هستیم در کابل متولد شدیم کلان شدیم یک مقدار وقت خود در کشور ایران گذراندیم یک مقدار وقت کابل گذراندیم و یک حدود 7 سال میشه که هرات میگذرانیم هرات زندگی میکنیم با واقعیت از تمام فرهنگ های ولایات مختلف افغانستان خوشم میاد کمانه جان قرار بود که از خودت پرسان کنیم در ارتباط به این که خودت یک مختصر معرفی که دوره تحصیلی و دوره مثلا چی میگه کاری و اینا رو یک مختصر معرفی که کام خودت برای دوستای کن خیسته؟ بعضی مردم ما عادت دارن که از یک ولایت بیشتر زن رو وطن دار در حالی که ما کل ما وطن دار هستیم سومن جان بسیاری وقت داری سان جان مرا میگه که وطن دار مذاق میکنه یک سوال پرسان میکنه وطن دار چطور یک سوال پرسان میکنه روز آریان جان میگه آریان بود؟ آریان جهان میگه چیز میبخشید من میگه شما خواهدی یک ولایت هم نیستین چرا یکی دیگه تان وطن داری چون که کلاگی از هر ولایت که باشه هم کلا یک واقع دیگه دیگه فرق نمیکنه که یک کدام ولایت هست دیگه خب باش بگویم درباره خودم خب درباره خودم من دوستا از دارالمعلمین فارغ شدیم سنف دوازدهم بودیم که آرسی کردیم نه پس سنف دوازدهم بودم دیگه با مدلیل من خواستم که به جاب فرزاد که ملاقه عملی داشتم که دکتر شم آدم کسیگر همیشه فکر میکردم که مطلب میخوانم خب بالاخره آرسی که آدم میکنه دیگه نام خدا آجار جنجال زندگی و یکپا خب دار المعلمین خواندم معلمی رو خوش داشتم واقعیت استادای من زیاد دوست داشتم استاد ریاضی من خصوصا زیاد دوست داشتم اما باعث شد که من رشته ریاضی رو بخوانم در دارالمعلمین باز من دارالمعلمین خواندم دیگه مدت چند سال در کابل معلم بودم بعد از او در ایرات هم آمدم یکی دو سال معلم بودم بعد از او دیگه مصرف اشتبداری اشتبداری خانداری البته دیگه من به حساب حسابدار خودم هم این ولایت کابل بوده البته پدر پدر کلان ما به اینجا تولد شدن اینجا زندگی کردن به چی بگویم در باره خودم؟ تذکری از کجاست؟ تذکری مثلا از کابل میگم امین جمیال در فکر کابل بودم دیگه همیشه از این وقت که تولد شدیم در کابل بودیم در دیگه کدام کشور دیگه سفر نکردیم
در ولایت هرات هم افسال شده که همیجا هستیم به خاطر شغل و کار وظیفه همیجا آمدیم. انشالله دیگه انقریب پس دوباره میریم کابل. ای باشه باز بخیر در دوستای ما یک برنامه میگیریم. خب حالا میریم ببینیم باسته اومد جان در کجا هستم. من راستش گشته شدن نخواهیم مقدر گشته نشدیم. این چیزی که خوش داشته باشم تو بیتاب می باشم کچ وقت بخیر میشه. اینه دیگه کم کم خلاص میشه بخیر آموده میشه رو با آموده شدن از خب این دفعه نوبت میرسه به سراشپز ما نوبت از مست دیگه آل مرکی از مست کارتا بده تمانا جان آره خیلی دو دست شما که میخورد من یک چیز واقع از دل بخواهم مزادامه نه دلیلش چی است من نمیفهم این تو دیگه پس که زمو کار کاری که به محبت به صمیمیت و مشترک انجام شوه او همون رقمی که به خود همون کسایی که یک جای کار میکنن لذت بخش است برای کسایی که نوش جان میکنن مثل ما برای ما هم لذت بخش میشه دیگه آقا باقت است خب البته چی؟ سوال ما توجه شدی که لالایم چی سوال کرده؟ ما از دوباره سوال میکنم سوال کنم درست بتونی جواب داده دوستای ما از ما چندین بار سوال کردن یکی موضوع شانمی بود که شما چی دلیل است که در هرات زندگی میکنید که کما بیش من جواب دادم برای دوستا از چون زندگی ما میرقم یک جای هستم ما یک جای هستیم برای لالای دیگه این سوال تقریبا جواب گرفت این که از زندگی شخصیتان بگه مثلا که چه وقت ازدواج کرده چند تا اولاد داره یا که زیادترش دیدن هم یا که مثلا کجا رفت تحصیلتان چی از چی درس خونده مثلا رشته تحصیلتان چی از چی کاربار میکرده تقریبا کاربار هم که دوستا از ما را فهمیده ولی از شما خانم ها فرق میکنه دیگه کارتان اول خبر ما بسیار ما افتخار میکنیم برای ما افتخار است که دوستای عزیز ما را همقدر دوست دارن که سوال های شخصی از ما میکنن ما به دو چشم خود جوابشان را برشان میتیم دوستای عزیز ما 5 سال مکتب اول در چی خواندم خیرخانه خواندم مکتب بی بی اوه بعد از صنف 5 باز رفتم طرف تیمنی مکتب ملک سریا که کلگی مکتب را مشناسه باز خاطرات تازه شد نگه از صنف 5 تا 12 از مکتب ملک سریا فارغ شدم بعد از او باز چی را خواندم امتحان کنکور ندادم این بسیار فیگرکای ما مانگا میبینن دیگه میفهمن بخاطر چون ما چی تکلیف داشتم عرصی کده بودم نتانستم دیگه برم تان کنکور رسیدگی باز چی خواندم پنتون شخصی خواندم در اوجم تان دادم چی را خواندم ادبیات انگلیسی را خواندم از او فارغ شدم بعد از او دیگه معلم بودم درس دادم تمنا جان ما تمنا اردی ما در یک چی قرار داریم باز ایرا باز دیگه وظیفا معلمی دیگه او دیگه یک لذت خاص داره در اصل خب من خوش داشتم تمنا جان که استیور چاوم استیور دیره بسیار زیاد خوش داشتم به اندازه علاقه داشتم صرف روی مکتب بودم که چی شد همین شرکت هوایی صافی و ریس وقتی که چی شد بسیاری را من خوش داشتم علاقه داشتم خود خیر یکان خانواده ها دیگه چی میکنن بیادرک کلانم مخالف بود گفت نه اجازه نیست دیگه مرا نموندن دیگه باز خواندم ادبیات انگلیسی هم بهترین رشته ای است که من خواندیم واقعا زیاد خوش دارم شد خواندم خلاص شد دیگه بعد از او وظیفه گپای لالایسان گفت که ما آمدیم طرف ایرات آمدیم دیگه 12 سال البته از عرصی خود ما را میشه لالایسان از شما ما و شما خب یک جای بود چند متفاوت داره زیاد نداره بخیر دیگه این رقم دوستای عزیز زنده و سلامت باشین یک جهان سپاس که اقدر ما را عزت میتین ما را دوست دارین دیگه بازم زنده و سلامت باشین حالا جایی داره که از دوستای ما تشکری کنیم دوستای عزیز ما قبلا ولاگای مختلف گرفته بودیم ما ولاگای مختلفی از سراسر قسمت های مختلف زندگی ما برای شما به نشر سپردیم حالا ما یک سوال دیگر رو جواب میتونم در حال یک سوال نشده شاید دوستای ما بگه یک چرا آمدین ولاگ ساختین یک چیز که برنامه زندگی خود هر کس چی میکنه خودش تنظیم میکنه
دیگه موضوعی است که علاقمندی است. ما خواستیم که چون علاقمند می رقم گفتگوها داشتیم و ما از دوران طفولیت یادش بخیر مامای ما بسیار که شخص مهربان همراه اطفال بود و کوشش میکرد همواره کوشش میکرد که چی کنه همین طفلا را به چیز بندازه و چالش بکشه بتانند مثلا از خودش استعداد خود بروز بدن. باز ماما جانم باعث شد که ما علاقمندی به این رقم برنامه داشته باشیم. قبل از اینکه موضوع پلتفرم‌های مثل یوتیوب و فیسبوک و اینستاگرام یا واتساپ اینا باشه، مامایم این کار را سر ما میکرد، یک جای جمع میکرد بچه را، طفلا را، خورد کلان، خورزاده، بیادرزاده، کلگیری یک جای میشند و یک کمرگک داشته، کمرگک خود را پیش ریش میموند. بله. برنامگک بود، برنامه گفته شنود. خب. کمرگیری جمع میکرد، یک برنامه رقابتی هم بود، گویندگی بود، شیر بود، مقام بود. یک فرقصه هم میکرد لالای سنا و در باریش میگفت ماما جان. اینا را که میموند، همی علاقمندی ما را به می موضوعات زیادتر ساخته بود و وقتی که موضوع ولاگ های یوتیوب برآمد ما ملاقمند شدیم که همی دورات خاطرات دوره طفولیت خود که مامای ما بر ما بسیار شیرین رقم زده بودشه ایره ما همراه شما دوستا شریک بسازیم و همی شیرینی دوره کودکی بر ما تکرار شد و از جریان زندگی خودم یک خاطره دیگه بسازیم. ایره ای رقم تصمیم گرفتیم. خوب شد گفتم باش که دوستارم یک پیش کنم. دوستار ما در چند برنامه ما سوال کرده بود که شما چی ارتباط داشته قبل از ازدواج؟ خود میگی ما بگویم قبل از ازدواج؟ دوستان عزیز، معمولا در خانواده افغانی عرف و فرهنگ و عنانات است که فکر کنم همی دختر خانم خانواده وقت انتخاب میکنه. همی گفت انتخاب میکنه بازپلی از این دیگه. بعد از این که اول خود خانواده را انتخاب میکنن، مثلا خانواده تمنا جان قبلا ما رفت آمد داشتیم، ارتباط فامیلی داشتیم از طریق یکی از خاله های ما، ارتباط فامیلی داشتیم. بعد از این که همین ارتباط فامیلی دیگه به مرور زمان باعث شد که مثل امو عرف فرهنگ عنانات افغانی از علاقه من تمنا جان شدیم و رفتیم گرفتیم. خوب شد خیلی قسمت داریم بود که ازدواج کنیم. مرا خوشحال داشتیم پدر جان، دیگه نصیب قسمت بود دیگه. از دوران طفولیت به حساب رفت آمد داشتیم، خانم بیادر پرسی که رفت آمد داشتیم، بیدار فامیلا زیاد یکی دیگر را خوش داشتن، دوست داشتن. بله خواستن که اشتراک قومی هم نزدیکتر داشتن، خواستن که خواستن نه که خواستن نه که این تو خونه میشه که خدا جدا بکشیم. رومن جان فامیلی داشتیم از دوران طفولیت، خصوصا نمی مکست امروی از او بسیار دوست هم میدریم از دوران طفولیت. دیگه ما گفته یکان تا چی میگن از یک لباس کلا میگن میکشن، یعنی یک قسمی میباشن سابقا آلا ما میرکم از هر جایی که پدرها و مادرها وقتی که میرن در مجلس باشن، میمانی باشن، وقتی که بچهایشان زن گرفتنی باشن دو چشمشان طرف دختر هاست، چک میکنن کمی کدام دختر باشه که من انتخابش کنم. خب از این دیگه چالان کنم روشنکو یک عرف عنانات افغانی ما ایسته که قبل از این که چیز شوه، قبل از اینکه موضوع مثلا این موضوعات باشه که کی امروی کی عروسی کنه یا چی کنه، انتخاب فامیل است. اول انتخاب فامیل یا از دختر باشه یا از بچه باشه انتخاب فامیل میشه. بعد از اینکه فامیل مورد پسند بود، فامیلا یعنی یکی امروی دیگه سازگاری داشتن، باز بعد از اون تصمیم به وصلت هم میگره. اینال یک کلمه که اجازه است من بزنم؟ نه ما اجازه هم بتیم بر خودت قطع میکنم تصویر سرتان دوستا بنده خودم معرفی میکنم، کسی از ما پرسان نکرد، سکوت رعایت کنید، سکوت رعایت کنید، این جان پروفسور صبر کنید، این جان پروفسور دیگه شب باشه. دوستا یک چیز هست، البته ما از اول برنامه اما تر اصلا درست هستیم، از اول برنامه ما تمام جزئیات فامیل خود براتان دادیم. بله. دوباره به خاطر اینکه دوستای نو امرای ما آمد، ما خواستیم که
این موضوع را تازه تر کنیم. دوستا من یک وعده از شما گرفته بودم یک دفعه شما ما را سم صحیح حمایت کنین. من که در تصویر آمدم از من باشه، من اون خلاصه ای با جزئیات معرفی میکنم. این جان پروفسور، این جان پروفسور هم باز آشنایی کامل پیدا میکنین. البته شوخی روا باشه دوستا. خود معرفی نمیکنی؟ بیا خود معرفی. خب معرفی میفهمن دوستا، بیشتر میفهمم کی هست. حالا بانه که اون وقت مزه شه، اون وقت است که دوستا منتظر باشن که ما هم در تصویر بیم. بخیر یک کم ذره از این کارا فرصت تر شیم، در زیادتر برنامه من نیستم که دلالا امشان یا نیستم به مخاطر مگدف رسمی داخل برنامه شه. ها باز بخیر به شما از ما باشه. خیره مره مره ببخشین. یک چیز دیگر متوجه شدیم ناخواسته ناخواسته چی گرفتیم؟ تعهد شا گرفتیم داخل برنامه میاد دیگه. خلاص دیگه. دوستا اینا با ما یک ماش تعیین کردن، گفتن تا وقتی که خودت ظاهر نشی ماش هم قید است. ماش با حق نداری، ماش نمیتونیم. نه خیر. خب فکر کنم که این قرمه، این قرمه کوفته تخم مرغ گفته میتونیم. آه کوفته بانجان رومی و تخم مرغ باید اصل نامش مانده میشه، بخاطر که بانجان رومی زیاد انداخته میشه. باقی از امی قرمش کاملا تقریبا بگیم از بانجان رومی است. کوفته تخمی یکان تا کوفته خمیری ها میگن، اما این کوفته خمیری خاموش که باید گفتم کوفته خمیری دیگه است. یک کار پخوب یک کواد همینجا از سومن بگی با تو دو رقم کوفته دیگه هم پخته میکنن. کوفته کلیلی ترشک، کوفته خمیری ترشکش یک رقم است، خمیریش دیگه رقم. ولی اگر ترشک بخوری ایره برات بگم که دیگه رقم کوفته نمیخوری. ایره انشالله کوشش میکنیم که در این وقتهای نزدیک یک کوفته ترشک بخوریم که من میفهم دوستایی که در خارج است اوسانه همگی ما شما وطندارای ما میخورن، ولی این تو چیزا که هست زیاد دوستا میخوان میخورن در خارج معصر زیادتر نمیشه. من میفهم ولی وطندارای ما طرف سمت شمال تو ناخواسته که در خانشان درایی خبر نباشه تمنا. خب 100% در خانه از او کلوری ترشک پیدا میکنی، بولونی های تندوری پیدا میکنی و اینی چیزا را اوسان هایی که ساده تیار میشه ولی مزه دار که مزهش همون که میگه مزهش پارسال خوردم در دانمانی که اگه استلاس میگنی ولی واقعا تو هم تک چیز داره. خب اصلا نمیرسون مدرم خود نیار کردی ایش دیم فکر ما هم نبود، یعنی اما تو زیادتر دوستان هم اینا رو که ببینن اصلا تیار میکنن بخاطر که فکر آدم نمیباشه چیزای خاص. یک چیز میگم خب در ارتباط که قصد ولایت هستی بارم چیزی نگفت به خاطری که دیگه سوالی باقی نمانده کل مازیه که هست. ما دوستا ما از کل ولایت هستم، از کل ولایت هستم، به مو خاطر میتونم به چهار یا پنج زبان وطنم امرایتان سلام علیکی کنم. بگم هم یک تشب تو انتخاب کنم من یک زبان سخت وطن مارا انتخاب کنم من سلام علیکی کنم. ما ترکمنی بگم نشه که امیر خود غلط نباشی. نه بگو میگم ترکمنی میگم. مثلا که یک ترکمن دیگه ترکمن خود اگه ببینه قلعی اوچمه. چطور هستی؟ خوب هستی. قلعی اوچمه. سلام قلعی اوچمه. سلام امو سلام است. سلام امو که با چیز نوشته میشه با فارسی با دری با عربی اونم یک سلام است. نو ما بگویم که برای دوستان یک معلومات میگویم که خلط از کجا هدید کجای شما خب دوستان عزیز مسلک مولادی اسمی هسته که سرکار که همه اقوام داری این طرف و اون طرف کشور میتشونن بخاطر از امی سفرهای طرف سمت شمال طرف سمت جنوب طرف سمت غرب داخل مملکت دیگه زیاد گشتیم. این رقم به این دلیل است که لالای یک طرف باز استعداد لجه رو داره که لجه های مختلف و زبان های مختلف رو زود تقلید میکنه. اما متاسفانه من شخصا باز من این رقم نیستم. من 7 سال از ایرات هستم با وجودی که لجه ایراتی رو خوش دارم اما نمیتونم گپ بزنم یا شرم یا میشرم کلمات شخ میگی سانجا. مثلا ما در کابل بوده میگفتیم ایجا شکر میگی دیگه بسیار چیزا را کلمات هم میگم و بلجه راستی هم کلمات هم میگم اما لجه را نمیگم. اینا مثلا تمام نمیشه آدم اگذاره میشه مجبور هستی در شارکه هستی امو رسم و رسوم امو شارا ورداری، یعنی اگر نخواستی در بین خانواده فرنگ امو زبان مادری تا به گپ بزنی ولی در بیرو مجبور هستی بخوایی امو زبان، ولی بیرو که بودی در شارکه بودی مجبور هستی امو فرنگ امو زبان خود از واره. مثلا یک چیز بسیار خورد تمنا جان
شاید خودت متوجه شده باشی. ما داریم مثلا یک سر در کابل سیز نه؟ بله. چند کیلو میشه؟ 7 کیلو. 7 کیلو. یک سر ایراد چقدر میشه؟ یک خورده کابل. یک خورده کابل. 100 گرم. اینا رو مجبور هستی مثل اینمی در شارک هستی، همون زبانه، همون شاره بفهمی، همون رسم و رسومش رو بفهمی، که اونا همو معاملات خودم رو به چی شکل انجام میتن، زبانشان رو چی رقم، حداقل اگر زبان یاد بگیری دگام نزدیک هستی قطعاً اون مردم، درست نه؟ در بین جامعه که رفتی بخوایی نخوایی در بین جامعه حل میشی، بخوایی نخوایی باز این گپ نخواستن نیسته، چون آدم در بین فامیله خود که زندگی میکنم فرهنگ و اصول خانوادگی خودش رو پیش میبرم، اما در جامعه که زندگی میکنی کوشش میکنی که مطابق جامعه، یعنی امو یک ضرب المثل داریم میگه که امرنگ جماعت باشته بکنم، یه ضرب المثل داشتیم من فراموش میشده تمام امرنگ جماعت باش تا نه امرنگ جماعت باش تا شرمنده نشی همه تا اگه مثلا خب خلاصه حالا منظور سر عزیز که دوستا اگه ما ادا میکنیم ادا نمیکنیم میگیم سوما جان فقط هم صدای از اون نبه ادا اگه میکنیم که مثلا ما چند زبان این چند زبان چی رقم ما یاد گرفتیم مثلا من مجبور بودم لالا ما خودت در پروژه بدیم درست؟ در پروژه بدیم تمنا جان سوما جان ما مجبور بودیم ترکمن از کت ما یک کمی از وا گپ یاد بگیریم زیادتر کسا که می آمدن حتی فارسی را درست نمی فهمیدن یک کمی از وا یاد گرفتیم در بین پشتو زبان ها بودیم در یک ولایت دیگر طبعا ما در کابل نبودیم در ولایت ها روان میکرد من شخصا خودم گلالای می فهمم بدخشان، مزار، قندوز، سراپال آمدیم قندار، فرا، المن، ایران وظیفه کردیم با وظیفه روانم کردیم ما مجبور شدیم زبان یاد بگیرم یعنی به اندازه نه که من بگم اما قدر ما... که اگر بشنوی بفهمی که اینا چی میگن از ما چی میخواین اصطلاح مردم قدیمی ما گل ما را همو چی میگن؟ گل ما را از او بکشیم اما همو چیز ما را به همو مثال اما پای ما را از همو چیز بکشیم خلاصه به این خاطر خوب از کادم همین زبانهای وطن خود آدم بفهمه درست؟ همین زبانهای وطن هم کم کم که آدم بفهمه مثلا یک چیز برام بسیار سخت است که خانوما سگ حال خندام میکنن که ما برشان میگم اینا همین زبان زرگری ره سگ خنده کردنه من نمی فهم من تا اون روز تمنا یکم یادم داد مثلا میگه نظر مزر من نمی فهم که چی میگه مثلا خورای من تمنا جان سومن جان میفهم یاد بین خود گفت میزدن باز با من که نمیگفتن باز ما میرفتم با آقایم میگفتم میگفتیم یا میگن ازر مزر آقا میگن ازر مزر با میخواستن که ما همون داستان دخترانه که در بین خود دارم ما نفهمی نمیگفتن برای ما اینی رو نمیفهم دیگه این زبانه دیگه رو کم کم میفهم ای تریگه پس خواه همین تفلاک هستن زمان تفلیتشان هر کدامشان برای خود یک مصروفیت ایجاد میکنن همین زبان زرگری هم کسته یکی از مصروفیت های تفلا بود در زمان سابق حال طفلای حال مصروفیت های مختلف دیگه داره تکنولوژی و پلتفرما اگر اجازه بتشانه یک دقیقه سرشانه بالا نمی کنه ولی ما کوشش میکنیم که اینا رو مثل خود ما حداقل به دنیای واقعی زیادتر بندازیم شد تا یک دنیای مجازی او زمان همی رکم مثلا میرفتن سر یک موضوع گپ میزدن چیزی میزی میزه خزایزی مثلا همه تو یک چی بود نه؟ ازر مزر مزر خزار حالا خب میفهمه تمنا میمان سمو خنده میکنم خدا امیال ما خود گفتی تو میفهمیدی؟ من امیلاجه دخترها و زنها و مردها را که هر کسی میگی من امیلاجه شانه بمو کمال بدن هستم بخیدی بزن گرفتی احسان جان گفت چیزی میزی خضور زی دوستای ما که یاد دارن زرگری دیم میفهمن اینا در کامنت نوشته کنم خود چی گفتیم میفهمن دیگه دوستا خب صبر من میگه یک سوال من سومن جان دیگه هم میکشه خب تمنا جان تو برای سومن بگو که بر تفلام قاب بکش بیم چی رقم میگه بگو سوم از این تفلام بزر زی نه دوستا این زبانی هست که استعدادی هست که تمنا و سومن دارن استعداد زبان زرگری لالای مام داره من وعده میکنم که یاد بگیرم یک از یک چیز خوب یاد کنم
چی؟ یک سریال ایراتی بسیار همونت زیبا ما داریم به نام زبان زرگری. به نام زبان زرگری. چه قدری زیبا بود زبان زرگری. زبان زرگری نیست، زبان لهجه ایراتی است، نوشته کرده زبان زرگری. بسیار یک سریال پندامیز در قابل طنز است، در قالب طنز است، کمدی است. ولی بسیار یک چیز شیرین است واقعا. یکی از طرفدارایم تو خاص این سریال هستم. خب ما اگه ببینم که سامان جان دیگه میکشه سعی کنم اجازه باشه ارچ قدر دیر مونده شه بوسه ارچ قدر کلوار داشته باشه او را خشک میکنه بخواه خب این گفته تو خواه من بخشک نباشه باز زیاد که او دار باشه مزان نه باید جواب داشته باشه نه 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 نبارم سرخان عوار کنم خب دوستکای عزیز شیرین قندل دیگه گفتید تخمه که من پخته کردم خب کنه خوشتان آمده باشه این رقم که من پخته میکنم دیگه شاید از ما مکده بیتر شما پخته کنید کسایی که به این غذا البته آشنایی دارن پخته میکنن خوش دارن میخورن یه چوشگک های مسکمه خیگک میخورن خب دوستان ما رو همراه باشن دیگه تا سر سفره درست؟ خب سایسته زحمت هم برخواد نه چی زحمت کشیدین همونن مادرها زیادتر در وقت سرخان آه دکر بخدا امید تا کیا سیر نکنن مثلا نان در جانم نمیشینم بیا بکن بیا بکن بابا نه توشک هم میمانند در جایش، نه بالشت هم میمانند، نه کوش هم میمانند این چیز هم میمانند اینه میرکم دیگه او رو طرف کش کوی بازی که او بازی که از خانه شهر بازی جا بازی من اگان دفعه چی میکردم دل ما او میشد خوادت نداشتیم دیگه دگه دو دی خانه و ایک پاویا دل ما او میکردم باز دیگه نام خدا حالا کسی تا شدین حالا ایچی در قصه ایشان نیستم این نام خدا دو فامیل ما یک جایی که میشیم تا دل ما او نمیکنم که چلا رای خانه داشت چلا کاش وقتی که خوب خو کنن آرام کشد چاو باز کل جای جمع میکنم و صبح پاک میبانم قدر یک چیز دیگه به دوستای عزیز میگم یک تجربه که دارم همی از استرس و خانه جمع کردن و این پاکی خو گپش جداست گفتی اگانه که این خو ما زیاد اساس هستیم در ایسی پاکی ای گپا یا بخ خانم ها زیاد هستن زندگی را زیاد جدی نگیرن بانن که متعادی پیش بره به خصوص از طریق از خاطر اولادا خیر اگه کدام میمونی رسمی اگه داشتیم باز میتونیم جمع کنیم پا کنیم در غیر زود دیگه کی میشه هر چی که جمع کنی نمیشه همین جمع کنی پشت سر سعی کنی می سامان بازی کشت از دیگه روی خانه ما مثلا من جان دخمت پاکی زیادتر توجه میکنم که شکر شکر ناپاک هم نمیکنن نه مگم بی نظم میکنن دیگه موترک میکنن دیگه بی نظمی هست میمونم میگم بون تفلک ها ساتری خلا کنن باز خواه که کردن دیگه جمع میکنیم بیاد بخاطر جمع کردن و صفایی و ای گپا و یاد دیگه نمیشه که ما کودکی های زیار از پیششان بگیم از پیششان بگیم این نمیشه دیگه خب از مزه ازی نگفته شما خب من حال خود خواهد خواهد نگو شروع کردیم واقعیت مزدار است بسیار مزدار نوش جان دار من خواهد یکی خواهد یک چیزی مزدار میباشه یکی خوشم میداشته باشه دو برابر باشه
نخور جان نوشک جان بم گفتی تخم مرغ بسیار خوش جان نوشه جان یه دور کنم جور میکنم یک رقم شد کتلت جور میکنم همون وقتی که اول شما جور کردیم وزیر آورده اولای باجرمی چی میگن شد بخار داده شد ایشت گفتی تخم مرغ گفتی تخم مرغ وزیر میباشه کتلت از اون خاطره دارم که وقتی که مکتب میرفتیم خورت بودیم باز مادر ما بر ما روزای معلم که میبود شما میبود باز کتای جور میکرد داخل نان میماندیم باز رو میبودی داخل سن قدر مزه میداد که فکر نکنم میشنه و غذای مزه داره با او برسن همه یارم پخته میکنن دمی ماه مبارک رمضان زیاد پخته میکنن بازی سنجان کتلن که کتلت کرسته تخم مرغ ده او کم انداخته میشه کچالو زیاد است کل چیز کرده کچالو زیاد است کچالو زردک دیگه آرد مثلا یک قاشق دو قاشق آرد انداخته میشه دیگه کچالو زیاد انداخته میشه تخم مرغ هم بسیار کم اما باز گفته تخم کس تخم زیاد است اما فرق داره کتلت هم باز تیه میان یاد مولد هم خوب چیز است خوب مزه میده در اصل زیاد خوش مزه آمده کتلت از یاد نوشک جانت مردم طرف که از غذای خیابانی میگن مردم طرف آلمان زیاد میخورن نکی دمدن یکی آلمان زیادتر سعی کنیم این غذای خیابانیشون از اینه می کتلت از پخته میکنن مشهورترین غذای فست فود اینه میست ایناله الله ایمام جا یک شام خالیستم آه والا بعد یک لقمان هم بخورم از یه شرم میکنم میگه دیگر شما گروه بست کنه که ما گشنه هستم ما گشنه شدیم نه یک خطه از کابل سعی کن هیچ کسی نمانیم اینجا هم هست جرات داره جز بزنیم ما خودم جرات نکردیم نگارم نماندیم خب تشکر دوستان عزیز دیدنده برنامه ما بودین ما خواستیم در این برنامه بعضی از سوال های شما عزیزان در مورد خود ما جواب بدیم خدا کنه که مورد نظر شما هم سوال هایی که ما جواب دادیم بوده باشه ما دیگه گفتنی چیز ندارم وقت خوب و خوش میخواهیم براتون خدا کنه که زندگی همیشه به کامتان شیرین باشه و در پلوی از این بارا لایک سبسکرایب کنید برای دوستایی تان شیر کنید و کامنت حتما برای ما بانید خدا خدافستان دوستا وقت خوش داشته شبتان خوش دوستای عزیز الله نگهدارتان خدافستان خدافستان